مؤسسه خیریه احساس به ادامه کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه هرات و خانواده های نیازمند این بار برای 80 فامیل که از قبل سروی شدند کمک های مواد غذایی و لباس زمستانی توزیع نمود. امروز ما به سلسله کمک هایی که برای آسیب دیدگان از زلزله همکاری میشه برینو از طرف خیریه احساس 80 بسته که شامل برنج، روغن، کمپل، لوبی و یک دانه جمپر میباشه برای نیازمندان میرسونیم. تشکر میکنیم از خیرین محترم که این نیازمندان به این شرایط سخت فراموش نکردند. در زمین لرزه های پیاپی اخیر هرات که منجر به تلفات و خسارات زیادی گردید، بسیاری در پلیسوالی ها و مرکز شهر هرات متضرر شدند. آگاهان امور میگن که فصل زمستان نزدیک است و از این رو نیاز است دامنه کمک رسانی وسیع تر شود. با توجه به مصیبت هایی که در اخیر به هرات به وجود آمد و زلزله های اخیر باعث شد که یک رکود اقتصادی در جامعه به وجود بیاید، خانواده های زیادی از لحاظ اقتصادی ضربه ببینند، جای خوشحالی هست و جای مسرت هست که نهادهایی مانند مؤسسه احساس هستند به خاطر مدد رسانی و به خاطر ای که کمک های بسیاری از عزیزانی که چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور این کمک ها اهدا میکنند به خانواده ها و این مؤسسات میتونند پل بسیار خوبی بین اغنیا و فقرا باشند. با این حال شماری از خانواده های مستفید شونده از این کمک ها ضمن ابراز خرسندی از دریافت بسته های کمکی میگن که تجار و خیرین با درک شرایط کنونی باید به موقع به نیازمندان کمک رسانی کنند. از هر مشکلاتی مینا با خبر هستم. من امروز مواد خوردنی یک ماه خرج مصرف مربوط داده. خداوند از اینا خوش باشه. پس شما می تشکرین من یک مادرم که به زینا یک کمکش به زینا بکنی که اینا به ما سرای بسای بکنه. مثلا امال خانه خود ما ترخ کرده که نه خیمه دارم نه یک سایوان دارم. خانه ششتنی ندارم، خانه ما به زیر هموار شده، خود ما به زیر خانه شدم، پام شکسته، کمرم شکسته، نونوری ندارم، بدبختم، سرچینگ سرپا میخورم. اگر امی کمک از اینا نباشه، خدا خود میدانه، از شما نباشه به سر ما چی میایی؟ میگه تیون استاده ای دست افتاده گیر. خیر بینیم یک جان تشکر از شما که با حال بدبخت و مسکین سعی میکنیم. امرو هفته یتیم نی پیشکی داره نی خورکی داره نی هیچی نداره. ما به تای خیمه خونه قلور قلور شده، به تای خیمه تیر میکنیم به بارش، به بدبختی پش خونی بالی ما زده یه. گفتنی است که مؤسسه خیریه احساس در کنار توزیع بستهای مواد کمکی، کار ایجاد خانه های مسکونی برای آسیب دیدگان زمین لرزه را نیز در ولسوالی زندجان آغاز کرده است.